در این شماره از بسته اخبار بین المللی ایسنا خبرهایی از اظهار نظر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران، بازنویسی لایحه جنجالی پلیس در فرانسه، درخواست از آمریکا برای توقف فروش تسلیحات به امارات و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 11 آذر تعداد مبتلایان به کرونا در جهان به 63 میلیون و 700 هزار نفر رسید و تعداد کل بهبودیافتگان هم از مرز 44 میلیون نفر فراتر رفت. تاکنون نزدیک به 1 میلیون و 480 هزار نفر جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند. تعداد مبتلایان آمریکا در روز سه‌شنبه به مرز 14 میلیون نفر نزدیک شد. این کشور در حال حاضر از نظر وخامت شرایط کرونا در صدر کشورهای جهان قرار دارد. روز دوشنبه در فرانسه 4000 مبتلای جدید شناسایی شد. این رقم کمترین میزان مبتلایان روزانه این کشور در دو ماه اخیر محسوب می شود. مقامات اسپانیا نیز از روند رو به کاهش بیماری در این کشور خبر دادند. از سوی دیگر با شناسایی بیش از 31000 مبتلای جدید در روز دوشنبه در ترکیه، رکورد مبتلایان روزانه در این کشور شکسته شد. آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در روزهای اخیر در ترکیه رو به افزایش بوده. شمار مرگ و میر روزانه کرونا در بلژیک که طی یک ماه گذشته به بیش از 300 نفر افزایش پیدا کرده بود، در روزهای اخیر به کمتر از 100 نفر کاهش پیدا کرد. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه نسبت به افزایش مبتلایان و مرگ و میرهای ناشی از کرونا در مکزیک هشدار داد. طبق اعلام منابع اطلاعاتی ژاپن، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و خانواده اش واکسن‌های آزمایشی ویروس کرونا کشور چین را دریافت کرده‌اند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم هشدار داده در صورتی که مردم کشورش نسبت به رعایت موارد بهداشتی کوتاهی کنند، آلمان در هفته‌های آتی با موج سوم کرونا روبرو خواهد شد. اظهار نظر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به درخواست نمایندگان مجلس ایران برای پایان یافتن بازرسی‌های آژانس پس از ترور شهید محسن فخری‌زاده واکنش نشان داد. گروسی اعلام کرده: ما آزردگی به وجود آمده پس از ترور دانشمند هسته‌ای ایران را درک می‌کنیم، اما با خاتمه بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای کسی سودی نمی‌برد. او همچنین در اظهار نظری گفته: تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر تغییر رفتار ایران دریافت نکرده ایم. بازنویسی لایحه جنجالی پلیس در فرانسه پس از تظاهرات اخیر. در بحبوحه تظاهرات سراسری فرانسه به دلیل پخش تصاویری از ماموران پلیس پاریس که یک مرد سیاه‌پوست را در استودیوی موسیقیش مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، سیاستمداران فرانسوی اعلام کرده‌اند بخشی از لایحه جنجالی امنیتی این کشور را به طور کامل بازنویسی خواهند کرد. بر اساس بند 24 این لایحه، چگونگی انتشار فیلم‌ها و تصاویر پلیس توسط مردم کنترل خواهد شد. قانونی که نگرانی هایی در خصوص جلوگیری از نمایش خشونت پلیس توسط مردم به همراه داشته است. هم اکنون 4 مامور پلیس فرانسه به دلیل ضرب و شتم این فرد تحت بازجویی قرار دارند. ورود ارتش آذربایجان به شهر لاچین. طبق اعلام وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، ارتش این کشور سحرگاه سه‌شنبه پس از 27 سال وارد شهر لاچین شد. لاچین سومین شهری است که ارمنستان پس از توافق آتش بس با آذربایجان آن را ترک می‌کند. پیش از این مناطق اقدام و کلبجر به آذربایجان بازگردانده شده بودند. این سه منطقه از زمان پایان جنگ سال 1994 در اختیار جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان قرار داشت. درگیری‌های اخیر منطقه قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه و حصول توافقی سه‌جانبه به پایان رسید. درخواست نماینده سازمان ملل برای پیشرفت در حل بحران سوریه. گیر پدرسون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، خواستار پیشرفت مذاکرات درباره تدوین قانون اساسی و پایان یافتن جنگ 9 ساله در سوریه شد. پدرسون که در هفته‌های اخیر سفرهای دیپلماتیک گسترده‌ای به تهران، مسکو و آنکارا داشته، تأکید کرده که حمایت بین‌المللی روشن از این اقدامات اهمیت ویژه‌ای دارد. درخواست از آمریکا برای توقف فروش تسلیحات به امارات.
29 مؤسسه مرتبط با فعالیت‌های کنترل تسلیحاتی و حقوق بشر با ارسال نامه‌ای به کنگره آمریکا مخالفت خود با فروش موشک، هواپیماهای جنگنده و پهپادهای آمریکایی به امارات را اعلام کردند. مؤسسات یاد شده در این نامه از کنگره خواستند تا مانع فروش این تسلیحات نظامی به ارزش 23 میلیارد دلار شود. پیشتر 3 سناتور آمریکایی مخالفت خود را با فروش این جنگ‌افزارها به امارات اعلام کرده بودند. پس از عادی سازی روابط میان امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا، فروش تسلیحات به این کشور عربی مورد تایید قرار گرفت.